تصویری که دارید میبینید بحث در مورد شرکت یا نوع خاصی نیست در مورد فلزیاب های آنتنیه فلزیاب های آنتنی خوراکی یا شاغولی های خوراکی یا هر فلزی که شما به سیستم بدید سیستم طبق اون عمل کنه دسته فلزیاب های خوراکی از نظر مختصاتیابی قوانین خاصی نداره و میبینید که الان تو این تصویر هم داره نشون میده با یه شرایط حرکتی داره عمل میکنه با شرایط حرکتی زمانی میتونه عمل کنی که اون دستگاه آنتنی از قوانین مختصاتیابی دقیق و صحیح طبق اصول علمی بهره برده باشه اینجا نمیتونید تو این دستگاه های خوراکی از قوانین مختصاتیابی علمی صحیح که مشخص کردن زوایا و ازلاع بهره ببرید ببینید هدف رو هم که پیدا کرد روش پیدا کردن هدفش هم صحیح نیست از نظر علمی کار دستگاهی راداری که ادیت و ترشولد دارن فرکانسیه و میتونن تفیق کنن حتی اینجا برای تشخیص های دستگاه پالسی استفاده کرد که روش صحیحی نیست